26 شهریور ماه 1395 خورشیدی و 16 سپتامبر 2016 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به پوزش خواهی سعید مرتضوی و جنایت کهریزک. پرده آخرم که سر جاش. 21 شهریور، همین 4-5 روز پیش، سعید مرتضوی متهم اصلی جنایت کهریزک نامه عذرخواهی از آنچه اتفاق افتاده منتشر کرد در کهریزک. نامه خطاب به رئیس دادگاه تجدید نظری که داره پرونده دادگاه مربوط به کهریزک رو تجدید نظر میکنه. این نامه یک صفحه و نیمی که با حروف نسبتا درشت هم چاپ شده، توی این نامه مرتضوی 7 دفعه از رهبر معظم انقلاب و فرزانه و عزیزتر از جان و غیره و غیره یاد میکنه که چی بگه؟ بگه این جانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمان فتنه بزرگ سال 1388 مطالبی را به عنوان دفاع در پرونده منعکس نمودم، ولیکن در این جلسه که نوبت به دفاع نهایی است، با عنایت به اینکه انتظار به حق رهبر معظم و عزیزتر از جانمان این بود که مهار اغتشاش و خونسان مودن فتنه حتی در آن شرایط اضطراری بدون ایراد خسارت و هر گونه لطمه‌ای به شهروندان عزیز انجام شود، مطالب ذیل را در تکمیل دفاعیات به عمل آمده به استحضار می‌رسانم. 1. برخورد بسیار شایسته از طرف خانواده‌های آسیب دیده قابل تقدیر و سپاس است، لذا در همین رابطه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به خاطر این متانت و بردباری و پیگیری از درون نظام و دست رد زدن به مداخله بیگانگان آنان را مورد تفقد قرار دادند. فلان فلان فلان. بذارین همینجا بگم که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس 8 از سازمان تامین اجتماعی، زمانی که مرتضوی مدیر عامل تامین اجتماعی بود، 84 میلیون تومان از پول سازمان تامین اجتماعی رو سعید مرتضوی برداشت برای جلب رضایت داد به یکی از شاکیان پرونده کهریزک. یکی از 3 نفری که جوانای گلشون تو کهریزک کشته شدن. حالا مهم نیست اون آدمی که پول خون پسرش گرفته و از شکایتش صرف نظر کرده کی بوده و چرا این کارو کرده. بله، مهم به هر حال این است که مرتضوی از پول مردم، از پول بیمه کارکنان دولت 84 میلیون تومان برمی‌داره به عنوان کیسه خلیفه، رشوه میده به پدر یکی از کشته شده های کهریزک، اونم شکایتشو پس میگیره. حالا اینا داشته باشین که از این جرم های خورد در واقع کم تو حافظه جامعه نیست که مرتضوی مرتکب شده و کسی هم اصلا اهمیتی بهش نمیده. این جرم های خورد که میگم نسبت به تمام جرائمی است که مرتضوی درس کردم در حافظه ملی ایران داره. در ادامه نامه مرتضوی میگوید در رابطه با واقعه خونبار تیر ماه 88 که متعاقب فتنه بزرگ و توطئه پس از انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، رهبری معظم انقلاب به خاطر عمق فاجعه از آن به جنایت تعبیر فرمودند. به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه، جوادیفر، روح الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می نمایم. و بعد بند 4 من سری می خونم. این جانب به عنوان دادستان بخت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک، اگرچه خداوند باری تعالی عالم است، در شکل گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی می نمایم. یک نکته مهم این است که مرتضوی 3 جوانی رو که در اثر شکنجه در کهریزک کشته شدن به عنوان شهید یاد میکنه تو این نامه. یعنی اولا اینا دیگه اصحاب فتنه نیستن به قول آقایون. در واکنش هایی هم که به این نامه مرتضوی شده، کیهان رهبر و انصار منظورم رهبر و کیهان است، ظاهرا اعتراض کردند که مگه می شود فتنه‌گر که به گفته رهبر معظم علیه نظام بیا تو خیابون بهش گفت شهید.
هم رسایی و کوچک ساده و این جماعت اومدن اینا رو گفتن. به هر حال اونچه که مسلم است این است که نوشتن و انتشار این نامه تصمیم مرتضوی به تنهایی نبود. غیر از گرفتاری‌های انشایی که نامه داره، تو یکی از بندهایی هم که خوندم معلوم بود که موصولیش میفته، مثلا صفحه 2 نامه رو که نگاه بکنین، بند 4 که یه بار گفتم تون براتون بخونم، یه خط خوردگی داره که ببینین نوشته این جانب به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این حادثه هولناک، اگرچه خداوند باری تعالی عالم است در شکل گیری آن هیچ عمدی نبوده، ابراز شرمندگی میکنم. قبل از ابراز شرمندگی خط خورده که نامه به این مهمی که قاعدتا نباید خط خوردگی داشته باشه، مخصوصا بعد از چاپ، حالا عجله در کار بوده، صاحبکار مرتضوی اینو خط زده بعد داده به انتشار، خط خوردگی هم اگه نامه رو از نزدیک بتونین ببینین قابل خوندنه. همینجا هم یه مقداری مشخص، یه مقداری که چه عرض کنم تقریبا مشخصه که میگه هیچ نقشی نداشتم. یعنی میگه خداوند باری تعالی عالم است در شکل گیری آن حادثه هولناک، یعنی کهریزک، هیچ عمدی نبوده و هیچ نقشی نداشتم و از این بابت ابراز شرمندگی میکنم که فلان. خب چرا هیچ نقشی نداشتم خط زده میشه بعد داده میشه به چاپ؟ چون منطقی نیست که مسئول مرتضوی نوشته باشه متن نامه رو بده به مرتضوی که فقط اون امضا کنه و اون خود مرتضوی متن صاحبکارش رو خط بزنه بعد امضا کنه. این که نمیشه که. قاعدتا مرتضوی نوشته حادثه هولناک کهریزک بنده هیچ نقشی درش نداشتم، بعد صاحبکارش برمی‌داره اینو خط بزنه به هر حال که من در آن هیچ نقشی نداشتم و خط بزن، فقط بگو ابراز شرمندگی می‌کنم و هیچ عمدی در کار نبوده، که مثلا حد اکثر بشود قتل مثلا غیر عمد و اینها بعدن، ولی نگو که من نقشی نداشتم، تو نقش داشتی. حالا بهش میرسیم. به هر حال اینا رو گفتم تا اهل خرد روی این موضوع یه مقدار فکر کنن که چگونه است که چه داره اتفاق میفته که مرتضوی رو دادن دم چک. بذارین یه مرور کوتاهی بکنیم که اصلا مرتضوی از کجا آمده تا برسیم به جنایت کهریزک و اوضاع امروز. سعید مرتضوی الان 49 سالشه، متولد میبد یزد، بعضیا میگن اشتباه هستی متولد تفت یزده، به هر حال ما شناسامش رو ندیدیم، حالا متولد تفت یا میبود. انقلاب که میشه 11 سالشه، دوره دبیرستان میره تو بسیج، بعدم بدون کنکور جزء سهمیه بسیج میره دانشگاه آزاد تفت، در شمار یکی از 3000 نفری است که اون موقع قوه قضاییه به عنوان کارآموز استخدام میکنه، چون آدم نداشته میخواسته به هر حال نفراتی رو استخدام کنه. به دستگاه قضایی شهر بابک منتقل میشه سعید مرتضوی به عنوان کارآموز و بلافاصله میشه دادیار و مسئول واحد اجرای احکام. 19 سالشه اون موقع، 9 ماه نمیگذره که میشه رئیس دادگاه حقوقی شهر بابک، حیرت آور. و 20 سالشه که میشه رئیس دادگاه عمومی با دیدن یه دوره کارآموزی. همون موقع با آدمای مؤتلفه نزدیک میشه، اسدالله بادامچیان از رؤسای مؤتلفه اون موقع معاون سیاسی قوه قضاییه بود، مرتضوی رو میبره تهران تو دفتر خودش بهش کار میده و دنیای پایتخت مملکت امام زمان تمام درها رو باز میکنه به روی مرتضوی از طریق مؤتلفه، میشه رئیس دادگاه امنیتی تهران، ویژه صدور احکام وزارت اطلاعات. اینا رو دارم میگم تا بدونین که کجاها بوده، از کجاها اومده و داستان چیه. به هر حال 28-9 سالشه که میشه رئیس دادگاه عمومی انقلاب تهران، شیخ محمدی از رئیس قوه قضاییه وقت میبرتش مجتمع کارکنان دولت و به عنوان ریاست دادگاه مطبوعات و بعدم از اردیبهشت 82 به حکم هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه که بعد از محمد یزدی میشه رئیس قوه قضاییه میشود دادستان عمومی و انقلاب تهران. ببینین باز یه پرانتز کوچیک، این که مثلا شاهرودی مرتضوی رو میاره به عنوان دادستان میذارتش لزوما دستور شاهرودی نیست، تا از زبان
خود اون فردی که به من نقل میکرد مشخصا ما اینجا پخش نکنیم صداشو، بنده ارزی ندارم که بگویم که دستور از کجا گرفته بود شاهرودی که مرتضوی رو بکند دادستان عمومی و انقلاب تهران. به هر حال، ولی هر جا که مورد سوال قرار گرفته مرتضوی میگه دستور از بالا داشتن. نشانه ها البته در اثبات حرفش زیاده، از جمله وقتی خامنه ای مطبوعات دوره خاتمی رو میگه همه اینا پایگاه دشمنن، بیش از 120 نشریه 125 نشریه رو مرتضوی یک جا توقیف میکنه که معروف میشه به توقیف فله مطبوعات. کلی روزنامه‌نگار میذاره زندان، شخصا ازشون بازجویی میکنه. کم نیستن روزنامه‌نگاره قدری که از ضربه مرتضوی هنوز خانه نشینن. آقای شمس البایزین یادشونه دیگه، اولین دیدارشون رو با مرتضوی و بعدم خانه نشینی. سعید مرتضوی در مقام دادستان تهران خودش غیر از این که در دفتر و در وزارت اطلاعات و در دادسرا و در زندان و اینا هست، تو خیابون رأساً حکم اعدام در ملأ عام اجرا میکنه. در چهار خبر ایراد ضرب و جرح عمدی از طریق تیراندازی با سلاح گرم در جریان دقت مسلحانه بوده و اتهام دیگه مشارکت در پنج خبر دقت مسلحانه از بانک بوده که بانک‌هاش بانک ملی شعبه آهنگ، بانک شعبه امامت، بانک شعبه موسنا. قضات شجاع به پاسدامن ما بله. تیر 82 وقتی مرتضوی دادستان تهرانه، زهرا کاظمی که یک عکاس ایرانی مقیم کانادا است و برای سفر رفته تهران بازداشت میشه جلو زندان اوین، وقتی داره عکس میگیره از خانواده زندانیایی که جلو اوین جمع شدن، زهرا کاظمی دوم تیر 82 بازداشت میشه، میکشوننش تو اوین، بعد اعلام میشه که 18 تیر 82 در زندان درگذشته. پزشکی قانونی اعلام میکنه دلیل مرگ برخورد جسم سخت به سر زهرا کاظمی بوده. بهنام وفاسرشت از فعالین دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی که همون موقع زندان بود، همون موقع که زهرا، یعنی تیر 82، به شهرزاد نیوز گفت، من یه تیکر رو دقیق میخونم از صحبتای آقای بهنام وفاسرشت. پنجم تیر 82 به علت اعتصاب قضا در بهداری 209 بستری بودم و دکتر کشیک، دکتر اکبری که از پرسنل وزارت اطلاعات بود، به من گفت چشم مدم را بالا بزنم و مرا به اتاق دوم بهداری 209 که اتاق مخصوص دندان پزشکی بود برد و سعی میکرد مرا به شکستن اعتصاب قضا و دریافت سرم راضی کند. او مشغول گرفتن فشار خونم بود که در همین لحظه 4 نفر وارد اتاق اول بهداری شدند. که این 3 روز بعد از دستگیری زهرا کاظمی، در دست 2 نفر باتون بود و فردی را که در پتو پیچیده شده بود و موهای آشفتش بیرون بود کشان کشان وارد اتاق کردند و دکتر را صدا کردند. دکتر حدود 1 روب مرا رها کرد و مشغول معاینه آن خانم شد. من 3 نفر از آن 4 نفر را شناختم که عبارت بودند از قاضی مرتضوی، مظفر تهرانی از پرسنل وزارت اطلاعات و فردی به نام ستوده که از بازجویان وزارت اطلاعات بود. مرتب از دکتر سوال میکردن آیا زنده است یا نه. در این لحظه مرتضوی متوجه حضور من در این محل شد و به همراه مظفر تهرانی همون بازجو با مشت و لگد به جان من افتاد و همون پرسنل وزارت اطلاعات با مشت و لگد به جان من افتاد و دستور داد مرا به سلول ببرن. از زیر چشم بند پرونده‌ای بر روی میز ورودی بهداری دیدم که با ماژیک روی آن نوشته شده بود زهرا تو پرانتز زیبا کاظمی. صورت آن خانم کاملا خونی بود و در مسیری که مرا به سلول می‌بردند کف زمین خون‌آلود بود. پس از نیم ساعت صدای رفت و آمد و هم‌همه و سپس صدای آژیر آمبولانس شنیده شد که از محل دور می‌شد. مجلس ششم سعید، ببینید صحبت‌های همه این شاهدا مهمترین سند است، نه برای دادگاه جمهوری اسلامی که واقعا تمام 37 سال ثابت شد که چگونه دادگاهی است،
برای خرد جمعی و برای اذهان عمومی، افکار عمومی بین المللی ایران و بین الملل. مجلس ششم سعید مرتضوی رو به عنوان متهم اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرد، ولی پرونده در دستگاه قضایی ایران مختومه شد. یه نفر، یه کارمند جزئی متهم شد و اونم تبرئه شد. سال 85 مرتضوی که خودش دادستان تهران متهم میشه به فروش سوالای کنکور. من تونتون بگم که برسیم به گفتگوی اصلی برنامه. متهم میشه به فروش سوالای کنکور. داستان این بود که علیرضا زاکانی از اصولگراهای سه دوره مجلس میشه رئیس هیئت تحقیق و تفحص از آموزش عالی کشور. تو گزارشش مینویسه دادستان تهران، یعنی مرتضوی، با مفقود کردن پرونده ها و عدم ثبت آنها در دفاتر دادستانی موجب کور کردن سرنخهای پرونده شده است. خب چقدر درآمد داره این پرونده متهمان؟ که بعد نوشته که مرتضوی همچنین پرونده متهم را با شعبه مورد نظر خود فرستاده و باعث شده که احکام سبکی در مورد اونا صادر بشه، قاضیایی که بهشون رشوه میداده. این پرونده تموم میشه میره. چقدر درآمد داره این فروش سوالای کنکور که مرتضوی افتاده بود روش؟ شهریار مشیری عضو کمیسیون آموزش وقت مجلس میگوید سالانه حدود، توجه کنید، 400 میلیارد تومان هزینه کلاس‌های کنکور و خرید و فروش سوالات کنکور است. خب و اما در انتخابات سال 88 بعدن اتفاقایی که میفته، میدانید که 30 خرداد 88 چند میلیون نفر ریختن تو خیابون گفتن رأی من کو، و با این اطمینان که انتخابات قلابی بوده، تقلب شده و احمدی نژاد و رهبر و اطرافیاش از صندوق درش آوردن. همون روز 30 خرداد 88 ندا آقا سلطان کشته میشه. تظاهراتی که 30 خرداد 88 میشه، ندا آقا سلطان کشته میشه و در اثر تیراندازی مامورای حکومت تو خیابون کارگر شمالی. تظاهرات مردم که بیشترشون به تناسب جمعیت، خب جوانای اون موقع هستن، ادامه پیدا میکنه. 18 تیر 88 تو تظاهرات میلیونی عده زیادی دستگیر میشن، یه عده هم کشته میشن با گلوله تکتیر اندازای حکومت. یه عده از بچه های مردم که تو خیابون میگیرن اون روز میبرن کهریزک. یکی از بچه‌هایی که اون روز تو خیابون بود مسعود علیزاده است. ببینین گفتگویی منتشر شده از توانا با مسعود علیزاده که من مقدمه‌شو می‌خونم براتون، بعد می‌ریم سراغ آقای علیزاده برای آشنایی با یکی از جوانای مملکت که دنبال نان و آزادی می‌گرده. وبسایت توانا هست دوستان، حالا نشون میدن، من عین اونو میخونم. من مسعود علیزاده سال 1362 در شهر تهران به دنیا آمدم. از کودکی دوست داشتم که روزی مهندس شوم و در کنار آن هم به کار خوانندگی ادامه دهم، اما این آرزوها برای من گویی خیلی بزرگ بود. در زمانی که فقط 17 سالم بود پدرم به خاطر چربی خون و دیابت درگذشت. سن 17 سالگی بهترین سن جوانی است، ولی من در آن سن حکم یک پدر را در خانه داشتم و برای مخارج زندگی شروع به کار کردن کردم. فوت پدرم برای من و خانواده بسیار سخت بود و تا به امروز هم نتوانستم پدرم را از یاد ببرم و جای خالی پدر همیشه در زندگی ما احساس می شود. هجده تیر سال 88 دستگیر شدم در خیابان‌های فرعی چهارراه ولیعصر. توسط لواء شخصی ها من دستگیر شدم. بعد منو به یک جای نامعلومی بردن چون به من چشم‌بند زدن، و خیلی جالبه که دو تا افغانی هم گرفته بودن، یعنی دو تا افغانی هم با ما، یعنی با من گرفته بودن، اونا هم سوار همون ون کردن، منو بردن جایی نمیدونستم کجا هستم و به شدت منو می‌زدن. بعد خیلی جالبه، یک حاجی بودش، من فقط صدا میشیدم چون دستم از پشت بسته بودن، روی صورتم چشم‌بند زده بودن و هیچ جا نمیدیدم. اون حاجی خیلی اصرار داشت که بگه ندا رو من کشتم، قاتل ندا منم. هر چقدر منو زدن که من مثلا بگم ندا رو من کشتم، من همچین صحبتی نکردم و یه لحظه فکر کردم که اینا یک دوربینی چیزی گذاشتن بالا سر من و میخوان اعتراف زوری بگیرن که بگن ندا رو ایشون کشته. بعد اینا خسته شدن وقتی که منو زدن دیگه، از من دست کشیدن و حدوداً شب بودش، ساعت 11 بودش، از پلیس امنیت میدون هور به سمت پلیس پیشگیری رفتیم، سمت میدون انقلاب. حدوداً 400 نفر یا 300 نفر بودیم تو اون بازداشتگاه. بازداشتگاه خیلی کوچیک بودش. فردای اون روز بودش ما را همه را بردن داخل حیات.
همه رو بردن داخل حیات. آقای هیدریفر بود و دو سه نفر لباس شخصی بودن، من دقیقا نمیدونم اونا کی بودن. یک صندلی گذاشته بودن داخل حیات، بعد یه سایبون براشون گذاشته بودن و روی میزشون پر از میوه بودش. بعد آقای هیدریفر یه سری برگاهی آوردش داد دست مامورا، مامورا به ما دادن و 5 اتهام تون نوشته بود: اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تخریب انوار دولتی و غیره، که از ما خواست این برگاه رو امضا کنیم و ما و دوستای دیگه خب این برگاه رو امضا نمی کردیم، چون ما نه تخریبگر بودیم نه میخواستیم این اتهامات رو قبول بکنیم ما. بعد مجبور شدیم این برگاه رو به زور ضرب و شتم امضا کنیم. بعد برگشت گفتش عده ای از شما میری زندان اوین، عده ای از شما میری زندان کهریزک. بعد یکی از دوستان پرسید کهریزک کجاست؟ آقای هیدریفر گفت اگر تا آخر تابستون زنده از کهریزک اومدید تازه میفهمید کهریزک کجاست. بس آقای هیدریفر میدونسته که کهریزک چه جاییه و ممکنه ما از اونجا زنده بیرون نیاییم. بعد در حیات پلیس پیشگیری خیلی با حاجی صحبت میکرد، من احتمال زیاد میدونم حاجی آقای سعید مرتضوی بود، چون داشت از ایشون خط میگرفت، اگه داشت خط میگرفت که ما رو کجا بفرسته و چه کاری انجام بده. من به احتمال زیاد فکر میکنم اون حاجی که باهاش صحبت میکرد جناب آقای مرتضوی بودش. بعد ما حدوداً 130-140 نفر بودیم که سوار اتوبوس کردن، دستبند زدن به ما و وارد بیابان‌های کریزک شدیم. بعد ما رو اول پذیرش نمیکرد نیروی انتظامی، بودن ما 1 ساعت پشت درب بازشای کریزک بودیم. بعد از 1 ساعت ما رو پذیرش کردن به اون بازداشتگاه. شرایط بازداشتگاه خیلی بد بودش. ما که اونجا رفتیم داخل حیات، اون کسایی که بهشون گفته میشد اراذل اوباش و خیلی هاشون هم اراذل اوباش نبودن، مجرمای خیلی عادی بودن، ولی فرستاده بودن تو اون بازداشتگاه. صدای اونا می اومد، همشون ناله میکردن، زجه میکشیدن. من واقعا ترسیده بودم، واقعا نمیدونستم وارد چه جهنمی شدیم ما. بعد اونجا ما رو پذیرش کردن، وسایلمون رو گرفتن، لباسای زیر ما رو انداختن دور، شامل لباس زیر میشد و ما حدوداً 3 الی 4 دقیقه ما لخت ما نزاد بودیم و هیچی بر تن نداشتیم. و این کارو حتی با جوون 17 ساله 16 ساله این کارو کردن که بین ما دستگیر شده بود، تا پیرمرد 60 الی 70 ساله که بین ما بودن. یکی دو ساعت که وارد بازداشتگاه کهریزک شدیم بودن، ساعت فکر کنم 11 الی 12 شب بودش. بعد حدوداً 30 نفر مجرمان خطرناک رو ریختن داخل قرنطینه ما، که همشون جای خالکوبی داشتن، جای چاقو رو صورتشون بود. بعد بعضی از بچه هایی که خیلی کم سن بودن اینا رو دیده بودن خیلی ترسیده بودن، افراد واقعا هم ترس داشتن. و یعنی من خودم یه جورایی ترس برداشته بودم از این آدما. بعد یه وکیلوندی بود به نام عادل ترکه، ایشون اومد بازداشتگاه کهریزک رو برای ما تعریف کرد که ما وارد جهنم شدیم. نشست گفتش اینجا، به قول خودش خیلی لوتی گفتش، گفت اینجا آهو به بچه خودش شیر نمیده. منی که میبینید من حدود 140 کیلو بودم که الان 70 کیلو شدم. نشست درباره بازداشتگاه صحبت کرد که یک پدری با فرزندش رو گرفته بودن تو این بازداشتگاه، بعد پدره مرده بود، بچه به خاطر اینکه بتونه جیره غذای پدرش رو بگیره نمیگفت پدرم مرده، میگفت پدرم خوابیده، که بعدا متوجه شدن که پدره کشته شده تو اون بازداشتگاه. واقعا وقتی که عادل این صحبت ها رو میکرد همه ما موهای تنمون سیخ شده بودیم، همه ناراحت بودیم از این قضیه. یه نکته که هستش، خب همه ما موقع دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودیم و تمام بچه ها آسیب دیده بودن، از جمله امیر جوادی فر موقعی که به بازداشتگاه کهریزک اومدش یه بینایی که از چشماش رو دست داده بود، فکش خورد شده بودش و حال خوبی نداشتش امیر. بعد ما شب گذروندیم اونجا، از ساعت 12 ظهر اون ناری که تو پلیس پیشگیری خوردیم اون روز هیچی به ما ندادن، اون روز به ما هیچی ندادن، حتی شام ندادن. بعد اونجا یک آبی بود، آب چاه بودش و خیلی بوی گندی میداد اون آب، ولی خب ما مجبور بودیم اون آب رو بخوریم، چون
اگه نمیخوردیم زنده نمیموندیم تو اون بازداشتگاه. حدودا روز 19 20 تیر بودش، بعد همه بچه ها زخماشون عفونت کرده بود و ناله میکردن، از جمله خود من موقعی که دستگیر شده بودن خیلی زده بودم با لوله، پاهم تمام پاهم ورم کرده بودش. واقعا همه ترسیده بودیم، اصلا هوا اونجا هیچ هوایی ما نمیتونستیم تنفس کنیم، به شدت هوا اونجا گرم بودش، تمام ما خیس شده بودیم از گرما. بعد بچه ها ناله میکردن. حدودا ساعت 11 بودش ما رو آوردن داخل حیات. استوار خمسآبادی اون شب اون روز شیفت بودش، بعد ما رو داخل حیات بردن، بعد به خط کردن. یک شعاری داشت اونجا که ما باید اینو داد میزدیم و میگفتن، افسر نگهبان میگفت اینجا کجاست، ما میگفتیم کریزک، میگفت از قضا راضید، میگفتیم بله قربان، بعد آدم شدید، بله قربان، اینجا خدا آنتن نمیده، اینجا آخر دنیاست. این شعارها رو ما هر روز بعد سر صف میگفتیم و انقدر بعد داد میزدیم که دیوارای کهریزک به لرزه در بیاد، چون اگه ما خیلی آروم میگفتیم اینا ارضا نمیشدن این مامور، حتما باید جوری میگفتیم که این دیوارا به لرزه در بیاد. بعد شروع شد، از اون روز شکنجه ها شروع شد، ما رو داخل حیاط آوردن و چهار دست و پا ما رو بردن. اون آسفالت به شدت داغ بودش و ما همه پاورانه بودیم، هیچی نداشتیم. ما رو تو این آسفالت داغ چهار دست و پا میبردن، بعضی ها هم سوار یکدیگر میکردن. خود من پام شکسته بود قبل از دستگیری ها و کمی چهار دست و پا رفتم و واقعا نمیتونستم دیگه برم. با همراه چند نفر مجبور شدیم بودن 7-8 تا لوله بخوریم. گفتن اونایی که نمیتونن چهار دست و پا برن بیان بیرون که با لوله ازشون پذیرایی بشه. خیلی سریع کردن وارد بازداشتگاه کریزک. دو نفرم بیرون در قرنطینه بودن و با لوله ما رو میزدن. بعضی موقع انقدر بچه ها همدیگر رو هول میدادن، واقعا تمام کلیه ها دنده های بچه ها درد میگرفت به خاطر اینکه اون لوله ها به سرمون نخوره. ببینین شکنجه ها شکنجه های گروهی است در واقع. شخصا آیا شکنجه شدین؟ سوم بودش، اون شب شیفت افسر نگهبان آقای خمسآبادی آقای گنجبخش بودش. بعد دیگه بچه ها دیگه واقعا دیگه خود من همه دیگه واقعا فکر میکردیم ما اینجا میمیریم، فکر نمیکردیم از این بازداشتگاه زنده بیرون بیایم، چون آقای حیدری فرم گفت تا آخر تابستون شما تو بازداشتگاه کریزک هستید و ما فکر میکردیم اگر 10 روز دیگه تو اون بازداشتگاه بگیریم بمونیم همه ما میمیریم تو اون بازداشتگاه. دیگه بچه ها خیلی سرصدا میکردن، همه ناله میکردن، همه بالاخره 60 متر جا بود. افسر نگهبان آقای خمسآبادی اون شب دستور میده به محمد تیفیل، وکیل بند قرنطینه 1 بود، معروف محمد تیفیل که اسمش هم محمد کرمی بودش، دستور میده چند تا از بازداشتیای کریزک رو بیارن بیرون تنبیه کنن تا درس عبرتی برای بقیه بشه که بقیه بچه ها دیگه سرصدا نکنن، ساکت باشن. بعد من خوابیده بودم بعد یکی از بچه ها اومدش، بودن 1 روز بود سرپا وایستاده بود، به من گفت من میتونم نیم ساعت اینجا بخوابم. من بلند شدم جامو دادم به ایشون که ایشون بخوابه، رفتم سمت دستشویی یکم آب بخورم. بعد یه دفعه دیدم اون وکیل بند محمد کرمی وارد قرنطینه شد، 2 نفر به نامهای سامان مهامی و احمد بلوچی و اینا رو صدا کرد بیرون و یه دفعه چشش به چش من خود منم صدا کردش. من سعی کردم نرم بیرون، رفتم یه گوشه قایم شدم، گفتم شاید منو یادش بره که ببره بیرون. بعد از حدوداً 2-3 دقیقه بود از دوباره اومد داخل قرنطینه و به زور ضرب و شتم منو برد بیرون. من اول نمیرفتم، خیلی مقاومت میکردم که نرم بیرون، چون من گناهی نکرده بودم که بخوام بیگناه کتک بخورن. جرم من این بود که صف آبخوری وایستاده بودم، ولی به همین دلیل هم منو شکنجه کردن اون روز. بعد اینا منو به زور ضرب و شتم بردن بیرون تا جلوی در به قرنطینه بردن. استوار خمسآبادی از اینکه دید من دارم مقاومت میکنم بیرون نمیام، یک لولای پی وی سی بود، خیلی دراز بودش، لولای سفید رنگی بودش، یه دستگیره هم درست کرده بودم براش، تمام شکنجه ها رو منو با اون لوله ها میکردن. بعد شروع کرد بودم 20 دقیقه منو زدم با اون لوله، 20 دقیقه زد، تمام دستم ساعدهای دستم تمام باز شده بودش، تمام باز شده بودش، خیلی منو زد،
ازش خواهش کردم نزن، درد داره، من دستم داره میشکنه، ولی اصلا هیچ توجهی نمیشه. بعد از حدود 15 الی 20 دقیقه که منو زد تو همون پشت در قرنطینه، من فکر کردم الان منو ول میکنن دیگه، من اینقدر زده خسته شده، ولی دیدم نه، منو بردن بیرون قرنطینه. اونجا یک پنجره ای بود، من موقع وارد اونجا شدم دیدم این سامان مهامی و احمد بلوچی ها پابند آهنی زده بودن، خیلی هم تیز بود، اینا رو آویزون کرده بودن و من تازه فهمیدم که میخوام منو آویزون کنن، بعد از این همه کتک خوردن میخوام منو آویزون کنن. بعد منو پابند زدن، منو آویزون کردن، حدوداً 15 الی 20 دقیقه بودش. استوار خمس‌آبادی با آقای گنجبخش، ایشون هم افسر نگهبان بازرسی کریزک بودش، شروع کردن دو نفری با این لوله ها منو زدن، دو نفری منو زدن. به من میگفتم باید بگی گوه خوردم، من کاری نکرده بودم که بگم گوه خوردم، من اولش نمیگفتم، ولی اینا انقدر منو زدن، من انقدر فریاد زدم زبونم خوش شده بودش، انگار تو زبونم یه چوب خوش گذاشته بودم، سرته شده بودم. بعد فکر میکردم خوابم، همش خودم میزدم به خواب، میگفتم این دردا همش تو خوابه، خیلی دوست داشتم خواب میدیدم اینا رو، ولی متاسفانه همش واقعیت داشتش، همش اون دردا واقعی بودش. بعد من مجبور شدم اون کلمه رو بگم، مجبور شدم به خاطر اینکه زنده بمونم، چون اگه نمیگفتم زیر اون ضربه ها 100% میمردم. من بودن 10 دقیقه دیگه ادامه میدادم، من دیگه روز دوم مرده بودم تو اون بازداشتگاه. بعد از اون ورم افسر نگهبان یه دونه اونجا زندانی بودش، به بچه های قرنطینه میگه صلوات بفرستید که از کتک زدن من دست بکشن. ولی خب بچه ها صلوات میفرستدن، من میشنیدم خیلی بلند صلوات میفرستدن، ولی این دو نفر منو میزدن، یعنی من تو چهره شون دیدم موقع که منو میزدن داشتن ارضا میشدن با این، یعنی هرچی محکمتر میزدن یه جورایی بیشتر ارضا میشدن دیگه. من از حال رفتم دیگه، تسلیم شدم دیگه، گفتم میمیرم دیگه، گفتم دیگه زنده بیرون نمیام. بعد همش هم دردا واقعی بود و خواب نبودش. بعد هم حدودا 15 20 دقیقه دست کشیدن از شکنجه، منو آوردن پای، من رو پام نمیتونستم وایستم، رو پام نمیتونستم وایستم، خیلی شرایط سخت بودش. بعد دو نفر اومدن زیر بغل منو گرفتن، تمام بدنم خونی شده بود، تمام بدنم خونی بود، تو شوک بودم و فکر میکردم انگار من نیستم تو این روزگار. بعد منو بردن داخل قرنطینه تو همون دستشویی که فاقد در بودش. بچه ها اونجا چند تا شیشه نوشابه بودش، ما کلن اون 150-160 نفری که بودیم با اون 3 تا شیشه نوشابه آب میخوردیم، میخواستم بچه ها آب بریزن سر صورتم من از شوک در بیارن. بودم شلوارم و نصفه من در آوردم، شلواری که پام بودش نصفه در آوردم، یه دفعه دیدم همون محمد تیفیل، همون که چیز بودش، محمد تیفیل وکیل بند اون بازداشتگاه بودش، دیدم داره منو صدا میکنه، میگفت این پسره کجاست. من فکر کردم اومده من دلجویی بکنه، ولی دیدم نه، اومد تو همون جایی که من بودم، شلوارم هم نصفه پایین بودش، می‌خواستم در بیارم که بچه‌ها می‌خواستن در بیارن که من آب بریزم سر صورتم از شوک در بیام. بعد شروع کرد، دستش یه قفل بودش، اومد تو همون دستشویی شروع کرد با اون قفل سر صورت منو زدن. الان سرم شکسته، هنوز پشت سرم شکسته، شروع کرد زدن به صورت منو، من واقعا نمی‌دونستم چیکار باید بکنم دیگه، هیچ ناله ای نبود، یعنی واقعا دیگه نمیتونستم ناله بکنم، چون دیگه برام خیلی سخت بودش اون قضیه، الان گفتنش هم ذره برام سخته. منو کشید بود جلوی قرنطینه، درب قرنطینه، منو بود جلوی در قرنطینه، من دیگه تسلیم شدم دیگه، دیگه گفتم دیگه ممکنه مرگ بیا سراغ من. بعد شروان منو گرفت، منو بلند کرد، از شروانم گرفت منو بلند کرد کوبی زمین. موقعی که دوستا با این حرکت رو کرده، شلوار من پاره شد و من هیچی تو تنم نبودش، یعنی لخ بودم، هیچی تن نداشتم. برام خیلی سخت بود که جلوی این همه آدم شکنده شدم، جلوی این همه آدم اوریانم کردن، خیلی دردش برام سخت بودش، خیلی دردش برام سخت بودش. فقط دوست داشتم اون لحظه بمیرم که دیگه به زندگی ادامه ندم، چون دوست نداشتم زنده بمونم، دوست نداشتم به چش بازداشتی کیزک نگاه کنم، چون یه نفر رو با چک تو جنب بزنه آدم تحقیر میشه، ولی اینا منو این همه زدن،
منو آویزون کردن، منو جلوی همه لخ کردن. بعد از هار رفتم، از هار رفتم و بعد با پاش رفت و گردن من، بعد فشار داد گردنم و فشار دادش. من فقط میدیدم، هیچ توانی نداشتم که بخوام فریاد بزنم. بعد دیدم دارم خفه میشم، نفس نمیتونم بکشم. سعی کردم با دستم پا رو از رو گردنم بردارم، تمام پوستای گردنم رو کنده بودم به خاطر اینکه بتونم نفس بکشم. ها مسعود علیزاده هر وقت صحبت میکردم به اینجا که میرسید میگفت کاملا میدیدم که روح از بدنم جدا شد. میگفت خودم رو میدیدم که بالای سر خودم ایستاده بودم به شکنجهگر، میگفتم نزن. از بودن فکر کنم 4-5 دقیقه بود به هوش اومدم، بعد به هوش اومدم تونستم نفس بکشم. دیدم چند نفر بالا سر من دارن گریه میکنن، و من انگیزه برای زندگی نداشتم، واقعا برام سخت بودش. ولی خب یه لحظه گفتم نباید بخوابم، باید زنده بمونم. یه لحظه پیش خودم گفتم. منو بردن بچه‌ها وارد قرنطینه کردن، همه دورم جمع شده بودم. من اون شب واقعا نمیدونم برای من چه گذشت، اصلا تو شوک بودم، انگار تو خودم نبودم. فردای اون روز بودش، تمام زخمایی که رو بدن من بود همش به شدت عفونت کرد، تب خیلی شدیدی گرفته بودم. موقعی که میخوابیدم زمین، تمام سمت پهلوام با لوله زده بودن، چرک کرده بود. موقعی که برمیگشتم تمام این چرک ها میچسبید به زمین. خیلی سخت بود، شاید خیلی سخت بودش تو اون بازداشتگاه. بعد یک جمله از محسن رولامینی من یادمه، بودن روز چهارمین روز بود تو بازداشتگاه کریزک بودیم، همه ناله کردیم که ما بیگناهیم، ما کاری نکرده بودیم. بعضی هم گفتن ای کاش بیرون نمی اومدیم. محسن یه حرف خیلی جالبی زدش، محسن رولامینی گفت بچه ما برای آرمانمون اومدیم بیرون و باید تا آخرش بیستیم، اینقدر زود نوازید. ما برای هدفی که داشتیم اومدیم بیرون و باید تا آخرش وایستیم. من از شخصیت محسن خیلی خوشم آمد، با بچه های دیگه ذره به زندگی انگیزه پیدا کردیم. بعد اون روز بودش ما رو بردن داخل حیات و شروع کردن موهای ما رو زدن با یه سری ماشینای دستی بودش، ماشینا هم خراب بودش و موهای ما رو موکی می‌زدن، تمام پوستای سرمون هم کنده می‌شد. محسن هم اومدن موهاشو بزنن، اومدتر از من واسطه بود، به اون افسر نگهبانی که داشت موهاشو می‌زد گفت موهای منو می‌تونی بزنی ولی عقیده‌مو نمی‌تونی بزنی و عوض کنی. این صحبت محسن همیشه تو ذهن من و دوستانم که تو کایزک بودن باقی مونده و من واقعا درود می‌فرستم بهش که واقعا پسر با شهامتی بود و آخر سر در راه آزادی جانش رو از دست داد. بچه هایی که کشته شدن تو کریزک، امیر جوادیفر رو اشاره کردین قبل از محسن روح الامینی که بیناییش رو از دست داده بود، بینایی یه چشمش رو گویا، درسته؟ در روز همون چهارم بودش، امیر جوادیفر حالش خیلی بد شده بودش، بینایی چشمش از دست داده بود. من جلوی در چیز بودم، جلوی در دستشویی بودم، دیدم امیر اومد سمت من وایستادش، گفت من نمیدونم چرا یکی از چشام نمیبینه. گفتن واقعیت برام خیلی سخت بود که بینایی چشتو از دست دادی. گفتم انشالله خوب میشی، انشالله خوب میشه همه چی، ولی دست دادی که بینایی چشتو از دست داده بودش. بعد اونجا خیلی ناله میزد امیر، خیلی ناله میکشید که مادر چشم به من برگردون. بعد من فهمیدم که مادرش فوت کرده بود و اون موقع فقط از مادرش چششو میخواستش. تجاوز جنسی آیا تو کهریزک بود؟ چون یکی از مسائلی که خیلی سر صدا کرد همین ماجرای تجاوز که میگفتن در کهریزک بوده است. درسته به ما تجاوز نشد، اگر عده ما کم بود 100% اون مجرمای خطرناک به ما تجاوز میکردن. حتی اون مجرمای خطرناک میومدن بین بچه‌ای که کم سن و سال بودن میخوابیدن و یه جورای دوستشان اونها رو نوازش کنن و باشون ارتباط بگیرن، ولی چون ما زیاد بودیم جرأت این کارو نداشتم. ولی اگر ما بودن 10-15 نفر بودیم 100% تجاوز میکردم و شاید به منم تجاوز میشد. ولی اونجا تجاوز بودش، ما به چش دیدیم این قضیه رو. یه نفر از خودشون، یعنی به اون مجرم خطرناک، به خودشون تجاوز میکردن. یک شخصی بود به نام بابا علی، سن خیلی بالایی داشت، بودن 60 سالش بود، اونو میبردن تو دستشویی همگی بهش تجاوز میکردن، یه پیرمرد 60 ساله رو.
و ما بعضی موقعا نمیتونستیم بریم دستشویی، وای میسادیم اینا کارشون تموم بشه بیان بیرون. خیلی سخت بودش دیدن این صحنه ها، مخصوصا برای اون بچه‌ای که بودن 16 17 سالشون بود. ببین شما 5 روز تو کهریزک بودین، بعد منتقل شدین اوین، آیا همه رو با هم انتقال دادن؟ محسن روح الامینی تو جمع بود که جان داد، دم در اوین کشته شد، یا توی کهریزک کشته شده بود یا توی اوین؟ روز پنجم بودش، ما رو میخواستن راهی اوین کنن. محسن روح الامینی اون روز حالش بد شدش، خوابیده بود داخل حیات بازشه کهریزک. همون روز آقای استوار گنجبخش شروع کرد با کربن 3-4 تا محکم زد به پشت محسن. پشت محسن هم به خاطر آلودگی بازشه کهریزک و زخمایی که داشتش عفونت کرده بود و این چرکاش همه موقع که با کربن زد تمام چرکاش زد از لباسش بیرون. بعد امیرم اون روز موقع که داشتن ما رو راهی اوین میکردن حالش خیلی بد بود، رفت گوشه، رفت یک سایه نشست و رئیس بازداشتگاه کهریزک آقای سرهنگ کمجانی به جرم اینکه امیر توی سایه نشسته بودش اومد امیر رو از سایه کشید بیرون، اومد کشید بیرون با پوتین 5-6 تا خوابون رو سینای امیر جوادی فر. امیر از هار رفت، واقعا من این لحظه گفتم این بچه مردش. بعد من نمیدونم آقای کمجانی واقعا بچه داره نداره، ولی من نمیدونم کسی که اسیره، کسی که زخمیه داره کشته میشه، داره میمیره. آخه آدم میاد آدمی که داره میمیره رو میاد بهش با پوتی میزنن تو دنده‌های شکستش. بعد ما راهی چیز کرده، به ما دستبند زدن، به ما دستبنده پلاستیکی زدن، سوار ماشین کردن، ما رو راهی زندان اوین کردن. تو راه بودیم، بودن جلوی بیزرا بودش، امیر جوادی فر جونش رو از دست داد. بچه ها هرچی به مامورای اصرار میکنن که بهش یه قطره آب بدید، یک قطره آب هم بهش ندادن و امیر با لبان تشنه با همه ما خداحافظی کرد. خیلی مظلوم مرد امیر، حتی یک قطره آب هم بهش ندادن. جلوی بعد ما رو دوباره سوار همون اتوبوسا کردن جلوی بیزرا، راهی اوین شدیم ما. از اینکه از اون جهنم کهریزک زنده داشتیم میرفتیم بیرون خیلی خوشحال بودیم. ای نمیدونستیم قرار دوستامون رو دست بدیم. حتی امیر رو فهمیدیم تو راه جونش رو دست داد، ولی نمیدونستیم قرار محسن و امیرم جونشون رو دست بدن. جلوی اوین رسیدیم، دیدم محسن رو امینی رو زمین خوابیده، بیهوش بودش. بودن یک ساعت بودش جلوی در زندان اوین بود و کوچکترین مداوایی هم صورت نگرفته بود و هیچ آمبولانسی، دکتری، یک ساعت تون گرما خوابیده بود روی زمین، بیهوش بودش. بعد ما داخل زندان اوین شدیم، بعد ما رو پذیرش کردن بعد داخل قرنطینه یک زندان اوین شدیم. بعد حدودا 2-3 ساعت بود وارد قرنطینه شده بودم. محمد کامرانی یکی از جانباختگان کهریزک تو اتاق ما بودش، حالش بد شده، شی با سر میخورد به لبای تخت، هی میافتادش. بعد بچه ها اونو از دستش گرفتن بردن جلوی درب زندان اوین تحویل مامورا دادنش. بعد تا که شنیدیم جونش رو از دست داد محمد. بعد از اینکه محمد این اتفاق براش افتاد، آقای وکیل بندی بودش، آقای البرز بودش، منو برد به دیدن آقای مرتضوی. من تا موقع نمیدونستم قراره با کی ملاقات کنم. موقعی که در وا کردم دیدم آقای مرتضوی روبروی منم وایستاده. حتی دو نفر دیگه از دوستام هم بودن که به شدت آسیب دیده بودیم تو اون بازداشتگاه. بعد آقای مرتضوی زخمای منو دید، گفت از کجا معلوم که این اتفاق تو کهریزک افتاده؟ من گفتم تمام این بچه‌ها شاهدن که منو تو کهریزک شکنجه کردن. دیگه حرف نزد، یک برگه صورتی دستش بود. اسم فامیلی منو پرسید، تو اون برگه نوشتش، بعد گفت جایی نباید بگی که توی کهریزک این اتفاق برات افتاده، بعد بگی بیرون کهریزک این اتفاق برات افتاده. من هیچی نگفتم چون واقعا نمیتونم صحبت بکنم. بعد آقای مرتضوی دستور اعزام به بیمارستان ما رو داد که ما رو بردن، اودن ساعت فکر کنم 8-9 شب بودش، ما رو فرستادن بیمارستان خود زندان اوین. 2-3 ساعت اونجا پانسمان شدیم، زخمامونو با بتادین رو شستن، از دوباره ما رو
وارد قرنطینه یک کردم. چه مدت اوین بودین و این مهم است که آیا اونجا دیگه شکنجه و بازجویی بازم در کار بود یا نبود؟ بودن 20 روز داخل زندان اوین بودم. بودم 20 روز بودش. خب دوباره ما توی زندان اوین دوباره ما رو چشمن می‌زدن، ما رو بازجویی می‌کردن. بعد خیلی اون بازجویی هم سخت بودش. ما رو داخل انفرادی می‌بردن و تمام بیوگرافی ما رو داشتن که چه اتفاقی بر ما افتاد. و بعد خیلی جالبه، اونا هم میگفتن نباید بگید تو کریزک این اتفاق برای شما افتاده، بعد بگید بیرون کریزک این اتفاق براتون افتاده. تو اون مدتی که ما زندان اوین بودیم دو سه بار نماینده مجلس اومدن، آقای بروجردی اومدش یکی دو بار، بعد خیلی نماینده مجلس، آقای دهخان اومد، آقای پرویز سروری اومدش، اومدن یه سری از نماینده مجلس اومدن با ما دیدار کردن و ما گفتیم توی کریزک چه اتفاقی افتاده. و هر روز آقای حیدریفر و آقای قاضی حداد می اومدن زندان اوین، می اومدن زندان اوین، برگه‌ای به ما میدادن که ما بعد این برگه رو امضا میکردم. تو اون برگه نوشته بود که داخل بازشوی کریزک هیچ اتفاقی بر ما نیافتاده، همه چی خوب بودش و ما اونجا شکنجه نشدیم. تو اون بازشوی هر کی این برگر امضا نمیکرد بهش میگفتن سالیان سال توی زندان اوین خواهی بود. بعد خب بعضی از بچه‌ها میترسیدن، مجبور بودن این برگه‌ها رو امضا کنن. خب این نشون میداد که اینا از قبل برنامه‌ریزی داشتن و با برنامه اومده بودن از ماهای جورای امضا بگیرن که بگیم تو بازشه کریزک هیچ اتفاقی نیافتاده. بعد حدوداً بعد 21 روز من از زندان اوین آزاد شدم. بعد تب خیلی اومدم خونه، خیلی تب کرده بودم. بعد از دوباره به بیمارستان رفتم و نمیدونستم قرار چه اتفاقی بیفته. فقط از اینکه زنده از اون زندان بیرون اومده بودم خیلی خوشحال بودم. من سوال، آره یک فرصت کوتاهی دیگه داریم که آقای مسعود علیزاده و گویا چند نفر دیگه از بچه‌هایی که تو کهریزک بودن شکایت کردن علیه این جنایتکارها، چه شد سرنوشت شکایت شما؟ خب ما حدوداً 90 الی 95 نفر شکایت کردن از مامورین بازرسی کریزک که اونجا ما رو شکنجه کرده بودن. بعد از یک مدت بودش، بعد دیدیم نیروی انتظامی به زور داره از همه رضایت میگیره. می اومدن در خونه ها از اون هم میگفتن می شکایت کنید، ولی از اون هم میمدن به زور رضایت میگرفتن. بعد از حدوداً 3-4 روز بودش که اون ما رو خواسته بودن به دادسرای نظامی، من با یک شخصی به نام آقای سردار پورمختار آشنا شدم داخل همون دادسرای نظامی و آقای سرهنگ گودرزی. اینا رو خود آقای احمدی مقدم مسئول کرده بود که از بچه های بازرسی کریزک رضایت بگیرن. اینا رو دعوت میکردم به ستاد فرماندهی ناجا، قسمت امور مالی ناجا دعوت میکردن اونجا بچه ها رو و تهدید میکردن هر کی که حالا هر اتفاقی افتاد براش. به یکی میگفت مثلا شما مترو کار میکنی؟ میگفت آره. میگفت مثلا رئیس شما دوست منه. یه جور تهدید میکرد که اگر رضایت ندی من شما رو از کار بیکار میکنم. و من نمیدونم این همه بودجه که در اختیار آقای پورمختار گذاشته بودن از کجا آمده بود این همه بودجه. و یکی از کسایی بود آقای پورمختار، یکی از مهرای اصلی بودش که به زور از بازداشته کریزک رضایت میگرفتن. همچنین آقای نظام دوست دفتردار آقای سرتیپ رجبزاده بود، فرمانده نظامی وقت تهران. در اون زمان ایشون هم میومد در خونه و به زور از بازرسی کریزک رضایت میگرفت و حدوداً 50 تومن 100 تومن داخل پاکت میذاشت و بهشون این پولو پرداخت میکردن. و از جمله آقای سردار رفیعی نماینده مجلس، نماینده ناجا داخل مجلس بودش. ایشون هم به همراه آقای سردار پورمختار و آقای سرهنگ گودرزی اینا یه تیم بودن، یه تیم تشکیل شده بودن از سوی آقای احمدی مقدم و آقای سردار رادان که یه بودجه هم در اختیار اینا گذاشته بودن که بیان بازرسی کریزک به هر نحوی که شده ازشون رضایت بگیرن.
مسعود علیزاده از بازماندگان کهریزک، اون پور مختاری که اشاره کرد، میدونید که از نماینده های مجلس بود. یادتون نره که مرتضوی اگر الان عذرخواهی میکنه به شیوه خودش از جنایتی که در کهریزک کرده، اولا کهریزک تنها جنایت او نیست، ثانیاً جنایت او تنها نیست. همه کسایی که رئیسش بودن، همدستش بودن، سفارش دهندش بودن، از همون موقعی که میشه دادستان تهران، همه در این جنایت سهیم. هفته آینده قبل از اینکه پرده آخر رو پخش بکنیم، خدمتون عرض بکنم که به بخش دیگری از جنایت‌های سعید مرتضوی می‌پردازیم و با صراحت بیشتری به این سفارش‌هایی که در پیوند با سعید مرتضوی و سمت دادن بهش و اختیار بهش دادن و اختیار ازش و مسئولیت ازش خواستن، گزارش ازش خواستن، همه این داستان‌ها هفته آینده خواهیم پرداخت. نمیشه بی پرده آخر. بریم پرده آخر. ما آقایون اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. وقتی یک زن و مرد نامحرم، دختر پسر نامحرم دارن برا هم پیامک میفرستن، در واقع دارن با هم خلوت میکنن، ولو اون طرف دنیای این طرف دنیا. این خلوت پیامکیه، حرامه. خلوت اینترنتی هم حرامه، خلوت واتساپی و وایبری و لاین و کوفت و زهرمار هم حرامه. خانم محجبه نمازخون آمده میگه حاج آقا یک آقایی ما تو گروهمون داریم، من ببخشید یکم عاطفی بایش احوالپرسی میکنم. میگم بی جا میفرماییدم چیکاری میکنیم؟ حرامه. شب و روزگار خوش.